از موانع، پسری جسور و چابک، مرد حرکات سخت، دشوار و غیر ممکن، فرزاد قرایی. پسری از جنس آدرنالین خالص، عضو فدراسیون پارکور و هنرهای نمایشی، مرد مسیرهای دشوار و غیر قابل پیشبینی، حمید رضا منصور سمایی. عبور از موانع در سریع‌ترین زمان ممکن، عضو فدراسیون پارکور و هنرهای نمایشی، استاد عبور از مسیرها و حرکات نامنظم، فرید سعیدپور. جنگجوی اهل قزوین، پدیده کاراته جهان، کاراته کار عضو تیم ملی ایران، دارنده مدال برنز رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا، دارنده مدال برنز قهرمانی بزرگسالان آسیا در قزاقستان، علی اصغر آسیابری. دیده و استعداد ناب کاراته ایران از دیار کرمانشاه، ستاره تیم ملی کاراته ایران، دارنده مدال طلای مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در آلماتی قزاقستان، مهدی خدابخشی. سر طلایی عراق، ملی پوش 28 ساله کاراته ایران، قهرمانی در مسابقات کاراته قهرمانی جهان در سال 2018 در مادرید، دارنده مدال طلای مسابقات کاراته دانشجویی، صالح ابوذری. مربی و مربی رده های پایه از سال 92 تا 96، مربی تیم ملی بزرگسالان از سال 97 تا کنون، مربی تیم کاراته ایران در المپیک 2020 توکیو، حسن روحانی. به نام خدا. سلام، من علی عامل هاشمی، شبکه نسیم، برنامه شوتبال. اومدیم یک رقابت جذاب ببینیم، اولین رقابت از این گروه بین برای بچه های تیم ملی کاراته و برای بچه های پارکور. میدونم توی این تیم، توی این گروه برای بچه های تیم ملی هاکی هم هستن. به به، چه رقابت جذابی بشه. اینجا برنامه شوتبال با کلی تماشاچی با حال. سلام، فرید سعیدپور هست. بگم چند ساله کار میکنم؟ حدود 10 ساله پارکور تمرین میکنم. آقا مهدی بزرگم اون اول شروع کنم. نه اون بوده که توی شما الان به رسم کسفت، شما پیش کسفت مربی من؟ اینا جای بچه های ما نمیخوره خوده اصلا استوریدی رو ساله بیردره بگیم ساله بیردره هر روز در کنارشون تمرین میکنه. میشه حمید شروع کنه؟ من هم اول همیشه خندم میگیره. بابا بگو با خنده میگم دیگه. هر جور دوست. سلام، فرید سعیدپور هستم. مرسی که شما سلام میکنیم. از اون سلام نکنم؟ چرا سلام کنیم؟ چند باشم بابا رو سری قبل بار دیدید مایی؟ بله. این را انتقامی اومدید؟ نه، ما که اصلا دوست نداریم انتقامی. ما در این خوشونت خیلی سرمون پایینه، ولی کارمون انجام. عضو فدراسیون پارکور تهرانم و سعی کردم به نوبه خودم واسه پارکور یادم رفت. یه بار دیگه حاجی من خندم. به نوبه خود برای پارکور چیکار کردی؟ تلاش های بسیار. حالا تلاشمون رو میکنیم انشاءالله که بهترین نتیجه رو بگیریم. تونستم مقام کسب کنم و این ورزش واسم خیلی مهمه، جوری که بتونم به همه کمک کنم، به کسایی که تازه شروع میکنن،
و میخوان توش پیشرفت کنن. بازی ها رو زیاد شناخت نداریم ولی حالا خب میام تلاشمون رو میکنیم انشالله که نتیجه خوبی هم رقم بخوره. شما در جریان این الان تو بازی اول توی این گروه با چه تیمی هستین دیگه؟ یعنی میدونی الان چه تیمی روبروتونه؟ میدونی؟ تیم ملی تکواندو کاراته. آها کاراته داشت بخواهد بچه های تیم ملی کاراته همه عنواندار مثلا رو هم دیگه فکر کنم 20 تا مدال جهانی دارن. نظر خاصی ندارم. نظری نداری؟ چیمیشه روبروتون بچه های پارکور هم اونا بچه های قبیه هم عدداشون آماده هست هم خیلی شکر کنن. انشالله که موفق باشه. ماشالله بچه ها هم قوی هن. شرکت هم داشتن تو این بازی. ما دوستیم با همه. انشالله بریم جلو ببینیم چی میشه. از بچه ها مشکلت گرفتیم هم تا زبی و... آره با بهمن و اینو صحبت کردیم. همون بازی هایی که دیده بودیم و توی تلویزیون همونا رو گفتن و شرایطش رو گفتن و تمرکز بیشتر اولویتشون بود. رقابتی نیست. اون رقابته دیگه. یه بازی دوستانه است. دوستانه است؟ ما دوستانه. ولی بچه ها میگفتن ما تو بازی ها هیچ موقع بیرون دوستیم تو رقیب. نه ما داخل هم رقیب. آره؟ نه منظورش این بود که داخل هم دوستیم. داخل هم دوستیم. آره؟ پیشبینی چیه؟ پیشبینی خاصی ندارم. شما سعی می‌کنید نتیجه هم بهتر از دوستان باشه. یعنی ان شاء الله قهرمان. ان شاء الله. ان شاء الله که ما می‌بریم. نگاه کن بچه‌ها رو. بچه‌ها ان شاء الله بتونیم ببریم. خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید بر بچه های تیم ملی کاراته، بر بچه های پارکور. شما با ورودتون یه سری حرکات کردید، تضیف رویه کردید، ولی میدونی که تو کاراته میان اول به هم احترام میذارن بعد همو کتک میزنن. اصلا قصه شون یه چیز دیگه است، درسته؟ حالا کتک زدن حالا بیاییم چیکار میکنین دیگه، رقابت میکنن، کتک میزنن دیگه، همین شکلی یه ذره حرفه‌ای‌تر و فنی‌تر کتک میزنن، دستشون درد نکنه. آقا بالاخره بر بچه های کاراته کلی کیف میکنیم با مدالایی که میارن، برامون افتخار آفرینی میکنن، جذاب برامون. پارکور هم که خیلی نوپاه، یه فدراسیون نوپاه و خیلی جذابن حضورشون توی اینجا و فکر میکنم آمادگی بدنیشون خیلی به درد این مسابقه ما بخوره. خب آقای حسن روحانی، شما مربی دوستان هم هستین و همین الان هم تو اردوین. بله. اتفاقا نبودی داشتن غر می‌زدن گفتن که آقا به این بگو ما رو لااقل یه روز آف کنه، ما هی داریم میایم کار می‌کنیم، الان هم اومدیم مسابقه، دوباره فردا باید بریم، یه ذره مراقبشون باش دیگه. بله آقای حسن روحانی و برادر دوقلوشون حسین روحانی که یکی از بیشترین مدال‌هایی که داریم رو این دو برادر آوردن، معروف بودن به دوقلوهای افسانه‌ای کاراته و خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو قبول کردید و تشریف آوردید. به افتخار هر دو تا تیم. خب آقا معرفی کنید دوستان رو لطفاً. آقای از اون انتها آقای علی اصغر آسیابری هستن که عضو تیم ملی ما هستن، قهرمان جهان، قهرمان آسیا. آقای صالح ابوذری همچنین قهرمان جهان، قهرمان آسیا و آقای مهدی خدابخشی هم همچنین مدال طلای جهان و قهرمانی آسیا. عرض می‌کنم قهرمانی جهان و آسیا تیم کاراته ایران یکی از بهترین تیم‌هایی بود که تو سه دوره اخیر مسابقات قهرمانی جهان تونسته مدال طلا رو کسب کنه. درسته. و یه گلگی هستش اینجا، باید اگه بشه بگم اونم اینه که واقعا توی رشته‌های ورزشی معتبر که برای رأی‌گیری توی یه قرن اخیر بود متأسفانه جایگاهی نداشت، هم سرمربی اون آقای هروی و هم تیم کاراته ایران و میدونین که تو المپیک هم آقای گنجزاده تونست مدال طلای المپیکو بگیره، جزو سه مدال طلا بود. قهرمانایی هستن که برای کشور دارن زحمت میکشن و سعی میکنن یه مقدار دل مردم ما رو حتی اونای خیلی کوچیک شاد کنن. بله. اسم تیم همدلی. بله عین سال پیش خوشیام بود براتون، دوباره همونو گذاشتید. بله دوم شید. نه ما اول میشید. آها اول میشید. آره. به افتخار تیم همدلی.
خب آقا فرید خیلی مخلصیم، خیلی خوشم اومدید، فدای شما. خیلی بابا خیلی داشتی میومدی تو، من اینجوری بودم من کجا با این دست بدم. خیلی فریدی دمتون گرم، آمادگی بدنی عالی. خب بچه‌ها رو معرفی بکن سری. خب میشناسیمشون، ما که میشناسیم ولی تماشاگران بشناسنشون. آقا حمید منصوری 6 سال پارکور تمرین میکنه، به به انتخابی کشوری تیم ملی پارکور. آقا فرزاد هم یکی از تازه وارده خوب پارکور ایرانه. بعد چرا اینجوری نگاه میکنی؟ مشکلی داری؟ اخمی میکنه آقا میشه اینو بزنی؟ نه آقا درست کاراته. نه خیلی هم عالی، خیلی ممنون. اسم تیم چیه؟ سپرور. بله؟ سپرور ایرانیه، میشه سپهدار. سپرور میشه سپهدار؟ از فردوسی برداشته شده. چه جالبی، پرنده‌ای داریم توی خراسان به نام سفلور. گفتم این چرا، این چه یه پرنده است خواهرمونه مثلا. سپرور یعنی سپهدار ایرانی. بله بله. به افتخار تیم سپرور. تیم ملی هاکی هم من میدونم تو همین گروهه و خیلی گروه سختیه. امیدوارم دوم بشید. تا دوم بشید دیگه، تا دوم بشید، حالا توی فینال ایشالله اول بشید. بریم برای انتخاب بازی. 5 تا مرحله داریم که باید انتخاب کنید. 2 تاش رو شما و 2 تا رو شما انتخاب میکنید، یه دونش هم من همینطوری حال میکنم من انتخاب کنم. در ضمن ما این رو هم بگیم که تمام تیم ها ما گفتیم که میتونن یک مربی یا یک سرپرست با خودشون بیارن. دلیل اینکه تیم پارکور یا تیم سپرور 3 نفرن و تیم همدلی 4 نفر اینه که دوستان دوست نداشتن یا نخواستن مربی بیارن، هر اتفاقی بوده. اما آره. تیم همدلی این کار کرده و مربیشون جناب آقای حسن روحانی. خب بریم برای انتخاب بازی ها. 24 تا انتخاب توپ کنار شما هست، بردارید و بزنید روی یک شماره. اول شما انتخاب کنید. هر تیم 2 تا. بله. نه بعد بندازی روی یکیش فرود بیاد. اولین ضربه. بله هر کدومش یه بازی. وای میسه یعنی. نه دیگه هر کدوم بخوره ما همون رو روشن می‌کنیم. فضایی یک مرحله خیلی جذاب که من هیچ وقت خودم دوست ندارم تجربهش کنم چون خیلی سخته، ولی خب تیم ملی داریم اینجا، تیم ملی کاراته، بچه های پارکور، آمادگی بدنی خوب، امیدوارم که بتونن از پسش بر بیان. 25 تا توپ دارید، 10 تاش باید بیفته توی سبد، هر توپی هم بیفته روی زمین نمیتونید استفاده کنید. 180 ثانیه. از کی 180 ثانیه؟ از وقتی که تاب میخوری، شما تابتون به یه حدی رسید که بتونید توپو بندازید. تو هم حالا هیچ مشکلی نداری؟ نه اوکی. مشکلی نداری؟ همه چی درسته؟ درسته. حاضرید؟ بفرمایید آقا. یک نفر هول میده، یک نفر توپ رو میندازه، یک نفر توپ رو میده. بله. اگه یکیتون زودتر برسه به پرتاب، من تایمو شروع میکنم. سعی کن زود تونتر تابش بدی. خب آماده. بیا رو. 3 2 1 بگی شروع. از سر جلن بده. سری آفری. عجله میکنی از سر؟ بذار بیای عقب بعدا. برو بالاش، برو بالا. یکی اسخرین آقا، اینا دوتا انداختن، یه ذره بیشتر، دوتا انداختن رو زود. آه برو. آها 3-1. باری کلا همینجا بنداخت.
دارو، من دارو. چیه؟ برو برو، یه قدره، یه قد یه زنه قدره. آقا من خودم گم شدم. آهان ببره اصلا، بذار بیای. چقدر عالی. برو برو. آها یالا یالا برو یکی دیگه یالا یالا تمام تیم سپرور زنگ زد، یعنی 10 تاش رو انداخته. آقا تاب ندیم، تاب نده، بذار بیاد پایین. میکروفونش هم در اومد. علی اصغر آقا، من توپ گروه سپرو رو میشمرم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا. خب این ور تیم همدلی 3 4 5 6 7 8 تا توپ انداختن. اختلاف زیاد نیست، خیلی این ماجرا به نظرم بغرنج نیست، قابل حله، سخت نیست. چطور بود؟ عالی. عالی بود؟ از نظر شما نه. ها؟ میکروفون نداری؟ با سر تایید کن. خوب بود؟ خوبه. به افتخارشون. تماشاچیامون ولی بیشتر با تیم سپرور همراه بودن. نمیدونم چرا. از بچه های کاراته خیلی جدیترن، نمیدونم چه ماجراییه، بیشتر اینا رو. شاید هم چون اولش اون حرکت نمایشی زدن یه ذره هیجان دادن به قضیه. چرا؟ بزن مراقب. اینا هنوز به نوپای فدراسیونشون، ولی شما به اندازه کافی با مدالاتون دل همه رو شاد کردید. به افتخار همه مدال‌آورای کشورمون. بریم برای مرحله بعدی. بفرمایید. روحانی، شاید اسم کاراته در کشور ما اصلا با خانواده روحانی عجین شده، یعنی وقتی میشنویم حتما اسم شما هم هست. یه ذره از خانواده بگین، این که اصلا چی شد وارد کاراته شدین؟ کاراته رو با من و برادر دوقلوم، بیشتر چون میگفتن دوقلوهای افسانه کاراته، حسین ما که الان سرمربی تیم ملی روسیه هستن ایشون، منم که در خدمت تیم ملی ایران هستم. کاراته رو سال 69 شروع کردیم تو استان زنجان، رفتیم سراغ کاراته مربی اون آقای سلطانی که خودشون از مربیای تیم ملی بودن در گذشته. کلاس ها رو شروع کردیم و خوشبختانه مسیر قهرمانی رو طی کردیم و مدال های جهانی بازی های آسیایی. شما چند تا مدال جهانی دارین آقای؟ من دو تا دارم، یه دونه مدال بازی های آسیایی دارم. حسین ما 4 تا مدال جهانی داره، پر افتخارترین کاراته که جز 10 قهرمان برتر دنیاست و الان هم که نزدیک 7-8 سال در خدمت تیم ملی هستم به عنوان مربی. من شاید نخوره به 16 سال ازدواج کردم. بله، دو تا هم پسر دارم، روحان و راستین. پسر بزرگم که داره کاراته کار میکنه الان 9 سالشه. این ژنه هست در خانواده؟ تو کوچیکی خیلی زیاده، کوچیکه. البته خب من و حسین هم اینجوری بودیم، حسین واقعا استعداد خاصی داشت، هر ورزشی به نظرم میرفت موفق میشد، من هیزر باید تلاشم بیشتر از حسین میشد. این روحام و راستین هم اونجوری هم، راستین بیسر رو داره ولی روحام خیلی تلاش زیادی داره.
خدا رو شاکرم که یه همسری به من داده خدا، اینو جدا عرض می‌کنم واقعا، بعد اینکه حالا پدرمادرمو از دست دادم خدا رحمت، یه همسری داشتم که واقعا هم پدر هم مادر برای بچه‌های من و خیلی به کمک کرده. من نزدیک 20 ساله که تو اردوهای تیم ملی هستم، هم به عنوان بازیکن الان که به عنوان مربی هستم، در واقع الان بچه‌های منو فقط خانومم بزرگ می‌کنه، من نیستم زیاد. حتی یه بار شما رو به عنوان سنسی میشناسن. بله یه بار حالا مثلا دکتر گفته بود آقا یه ذره پدرشون بیاد بالا سرش. من ازت تشکر میکنم به عنوان همسر، به عنوان مادر که واقعا به من کمک کردی تو این مدت و همه جوره هوای هم منو داشتی هم بچه ها رو، و امیدوارم که بتونم با تلاشی که میکنم حالا چه مالی و چه معنوی بتونم کوچکترین زحماتی که واقعا تو این چند ساله برای زندگیمون و بچه‌های کشیر جبران کنم. عرضت ماشاءالله. جمع امتیاز رو می‌بینیم توی صفحه نمایشگر شوتبال که توی این مرحله هنوز 0-0، جمع امتیاز 0 50، گروه همدلی 40. خیلی خوب آقا، مسابقه دوم رفت و برگشت، قوانین رو میدونین، تا جایی که میتونید همدیگر رو آزار بدید. منم میرم اونور، من تو دست و پای اینا باشم اینا بعدن شر میکنن، میدونم ماجراشون چی. دو تا 60 ثانیه دو تا نیمه داریم. خیلی خوب، من هم این گوشم، به شما هیچ کاری ندارم، به من نخورینا. حاضرید؟ بله. آقا بفرمایید، بفرمایید. 3 2 1 شروع. بگیرید بگیرید. زمین خورد. یا زمین خورد. محکم. برو برو برو. کش. 48 ثانیه بسن. دوباره دوباره دوباره. سقف هیچی. محکم. آه. ماشاءالله برده. آه. بگی بگی تمامه. هیچی. میتونی بری جلو. بیا جلو. آقا. بگیر. منه به پا. زمین خورد. زمین خورد. ازیزر صحابیه بده. آفرین آفرین. ازی. نوزده ثانیه مهتی به بغلا بزن. عالیه. آفری مهتی. آها. دوازده. تمام. 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 تایم تمام. تمام. قبلش تمام شد. خودش بزو بزن. خودش بزو بزن. خودش بزو بزن. مهتی بیا بیا. خیلی خوب. نه نه خودت بزن. آقا تموم شد. نیمه. نیمه اول تموم شد. تیم همدلی 25 امتیاز از نیمه اول گرفته، تیم سپرور 5 امتیاز گرفته، به افتخارشون. یارشون هم عوض کردن، تیم سپرور فرید اومده، قدر آوردن استاد، فکر نکنم اینطوری ساده است. خیلی خوب آقا، حاضرید برای نیمه دوم؟ برای نیمه دوم حاضرید؟ بریم آقا. آماده. میشمارم. 3 2 1 شروع. بزن بزن بغل. آفرین. خورد زمین، زمین خورد. محکم محکم. دو تا دو تا. اوته. عالیه مهدی. زاویه، مهدی زاویه. آفرین پسر. سه تا تکنیکه، بزنید. سه تا مهدی. محکم تر. بگی مهدی. بگی بگی بگی. سه تا عالیه. بایستا برو 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 برو. بیا عقب بیا عقب. آفرین مهدی. سقف خورد. به سقف خورد. محکم محکم. محکم. هیچی، چهار تا مهدی، یکی دیگه تمامه. زاویه، بیا عقب، بیا عقب. آفرین. تمام. زمین خورد. اینا حسابه؟ برو، برو. برو.
شام تایمه. میگه اینا حسابه بچی حسابه. یه رو محکم بزنی یه رو بزنی. بیا آقا. تایم داره. تمام شد. تمام. وقت تمام. اونایی که رفت بیرون حسابه. تکنیک دیگه. تکنیک زدنه. یعنی گفتیم اولش هم که بزنی بره تو تماشاچی هم یه تکنیک زدنه. نیمه دوم هم تمام شد به افتخارشون. بریم برای مرحله بعد. اینا خیلی هم حساس شدن. من نزنن به من چه ربطی داره. خیلی هم حساس شدن این سفروریا. بریم مرحله بعد رو شروع کنیم. جمع امتیاز هم میبینیم. بفرمایین. قشنگ معلومه تیم قدره. قشنگ معلومه که گروه سخته. جمع امتیاز ببینیم. گروه همدلی مرحله اول 40، مرحله دوم 50. گروه سپرور مرحله اول 50، مرحله اول دوم 10 امتیاز. حاجی یعنی تو پرنشی نمیتونم. آقا یه دقیقه صبر کن فرید. سه بار پشتن بگو سپرور. سپرور 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 سپرور. آقا خیلی سخته دیگه. سپهدار بگو. خیلی جذاب شد. یه مرحله اینا بردن، یه مرحله اینا بردن. الان اینا جلو افتادن، اینا عقب افتادن. درست میشه، مراحل سخته. میخوام بهشون آموزش بدم که قضیه چیه. مرحله اینجوریه. شما اینو میگیری؟ خب بالا بگی علی آقا. میری تو بعدی. علی آقا سنت بالا. آقا من بپر پایین بودو بعد ولی قدم نمیرسه به اون کلسیوم. شما با این نرو. باید بری به بعدی. اینو اینجا نگر میداری، اینو ور میداری، میری بعدی. آقا زنگو میزنی میشه 5 امتیاز. اینم نگر میداری. خب دوباره بر میگردی نمیرسی. اینو ول می‌کنی میای آخرش هم اینو می‌زنی میشه 10 امتیاز دیگه. آقا بری اون تناو برای من درست کن. بله آقا اون یه ذره تکون خورد. تناو یادت باشه الان درستش می‌کنی. اگر که واقعا روی سکو نرسید مثل من دوباره باید برگردید از اول برید و از اینجا دوباره یا از همون جا از اونور. اگه اونور باشید به یک سکو قبل‌تر برمیگردید. حاضرید؟ 5 تا مرحله دارید. چیو من خودم هم دارم پیر شدم فیلم کنم دیگه واقعا. علی آقا گفتم سنت من... بالاه. بله آماده این؟ علی بالا دست از بالا دست از بالا آقا آماده؟ ماشاءالله امین. 5 نیمه داریم که میرید میاید دوباره آماده میشیم برای نیمه بعدی. هر مرحله هم 10 امتیاز. زنگ اون ور 5 امتیاز، زنگ این ور هر کی اول بزنه 10 امتیاز رو میگیره. ها خب حاضرید؟ آماده؟ 3 2 1 شروع. اصفا اگر آقا اگر آقا خیلی خوب خیلی سخته. خیلی خوب دیگه آخریه رو میتونستی پیادم برگردی ها چون دیگه زنگو زده بودن. اینو برو یه دونه برو. خیلی با بیان دوباره تناوبار رو درست کنی آماده برای نیمه دوم. متی بالا رو بگیر. نیمه اول بازی 10-5 داره برمیگرده امتیازا. آماده اید؟ بشمرم نیمه دومو. بفرم میشمرم. 3 2 1 شروع. برو پرید. برو بالا بالا. بیا 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 بیا
تمام. یکی هم برو، یکی هم برو، این یکی. تمام. آقا آماده این؟ بیاین واسین. نیمه سوم. نیمه سوم، نیمه دوم فکر می‌کنم برگشت. حالا داره یه سری ویدیو چک هم میشه. آماده؟ سه. سه، دو، یک، حرکت. برگرد از پشت، نه از همون سکتا. برو سمیت، برو زنگ. نه بعدی، تنب، آها خوبه. حرکت من از اول میرم. نه درست. پاش خورد مهم، برگشت دوباره از اول اومد. ولی نارنجی اشتباه کرد فکر میکنم. حالا باید چک کنم. نه رفت از اول دیگه دوباره. خب باید دوباره از اینو میرفت اونو برمیگشت. اینو نمیشه دوباره. اینو نرفت اینو نرفت. تو هم فکر میکنم پاش خورد زمین. نه خود. بر بیا. ویدیو چک میشه. آقا الان ویدیو چک میشه، امتیازش رو میدید. ولی من مرحله سوم تموم شد. اینو نمیشه دوباره رفت. دو تا دیگه رفت. من چک داره میشه. نه دیگه، یه بار میشه رفت. مرحله قبل نارنجی امتیازی نگرفته، آبی فقط 5 گرفته چون من پاش خورده. برای دور سوم. این دور چهارم. دور چهارمه. دور چهارم. چجوری فهمیدی؟ یکی رو نگاه نکرد. بریم 3 2 1. برو برو. خیلی خوب بود، خیلی نزدیک بودید به هم دیگه، خیلی نزدیک بودید. مرحله آخر فقط مونده. شما چه مشکلی با تنابه دارید؟ ولش کن دیگه. تو را برگرد درش بیاری، درش نیاری. بعدم اینکه این تنابی که این توه تو بگیریش بری، خودش از این تو در میاد، نمیخواد اونو در بیاری. من اسمم گیر به این در نه گیر نمیکنه. تو که همین الان رفتی؟ آها چون قویی دوباره میری؟ بچه عراقی؟ بریم آقا حمید بگیر ماشاءالله. بریم ساله از عراق. 3 2 1. بابا گذاشت بذار سر جا. بیا بیا ولش کن بیا. همیش باری کلده خیلی تون رفت. به طرز غریبی تناب گرفت. تناب باید میموند اینجا ولی نه، دید تنابی هایش رفته پرید گرفت رفت. پارکور بازی رفت اینو. خیلی هم خوب، خیلی هم جذاب. آقا راضید از مرحله؟ از امتیازی که احتمالا گرفتید؟ اینا تموم شد. تموم شد. 5 تا مرحله دیدیم. بریم جمع امتیاز میبینیم و مسابقه بعدی. مرحله چهارم جمع امتیاز ببینیم، ببینیم چه خبره. صفحه نمایش گروه همدلی 125 امتیاز. گروه سپرور 50-10-30 90 امتیاز. دو مرحله مونده، هر مرحله 50 امتیاز داره، قابل جبرانه، واقعا شدنیه. 100 ثانیه وقت دارید 5 تا توپ رو بندازید. هر کسی که 5 تا رو، هر تیمی که 5 تا رو اول بندازه برنده است و امتیاز کامل رو میگیره. از شونم استفاده کنید، خودم شخصا اقدام میکنم اینو بگم. فقط با سر توپ رو میگردونید میندازید. حاضر؟ آماده؟ حاضرید؟ 3 2 1 شروع. با شونه بود. دوتا دوباره. آقا با شونه بود. آقا این با شونه بود. من اونو آقا نزن اینا. چیه اینا ماجراشو؟ خیلی جدی گرفتن قضیه رو. البته جدیه.
آقا با پنج تا رفتی تو؟ اول ما پنج تای دقیق رفتی. فکر میکنم یکی رو با شونه انداختی. فکر میکنم چرا ویدیو چک میشه نشونتون میدم. یه دونه شو با شونه کردیم. ما کمک باید کنیم. میتونی بدی بهش؟ دارن چک میکنن. ما کمک میتونیم بکنیم. چیزی نگفتن. چیزی در موردش نگفتن. نشون بدین اونجا. ما هم ببینیم. چیزی در موردش نگفتن که میتونی کمک کنی. آره نگران نباشید. همه چی داره چک میشه. دو سه بار میبینن که ببینن چه اتفاقی افتاده. من فکر میکنم یه دونه تیم همدلی رو با شونه دیدم. یعنی به داورا که اینجوری نه 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 آخه منم جز همون داوران دیگه دو تا چشم که دارم مسابقه رو بودم. آقا داره چک میشه. بریم برگردیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده. تو اهل کجایی فری؟ من تهران پونه. اصلا تهران اصالتا تهرانی هستی؟ نه من با بزرگم سمنانی بودم ولی کلا همه تهران بودم. یعنی یه دونه پسری؟ بله بله. بعد خب چجوری پدر مادر؟ پدرم به رحمت خدا خدا رحمتش کنه. نیست. چند ساله پدرت هست؟ یه سال. یک سال. اولش خیلی مخالف بودن مامان بابام ولی بعد 6 7 سال مثلا یه مسابقه بود برای همین تیم ملی و انتخابی بود که 6 نفر انتخاب شن بفرستن بندر عباس. بعد من اونجا مسابقه دادم پنجم شدم از اون 6 نفر. 6 نفر انتخابی بودم انتخاب شدم. بعد بابام صبحش میگفت که مثلا برای چی میری این ورزش اصلا به درد نمیخوره نه پولی در میاد نه چیزی. ولی اون تایمی که مسابقه دادم مقام آوردم دیدم که بابام بغلمه و این یکی از صحنه‌ای بود که واقعا خوشحال شدم. اون لحظه فکر نمی‌کردم مادر پدرم اونجا باشن ولی بودم. اولش خیلی مخالف بودم ولی بعدش یه ذره تو این تیزر و اینا بودم تلویزیون نشون داد و اینا مثلا خانواده میگفتن حال می‌کردن. دیگه اینطوری دیگه آدم تو هر چیزی بمونه پیشرفت می‌کنه. اولش شاید به جایی نرسی ها ولی تو هر کاری من اینو ایمان دارم بمونی پیشرفت میکنی. اون سختی که برای پارکور میبینی کجاست؟ یعنی فکر میکنی مثلا اگه به اتحاده باشه من واسه میشه؟ خودم و تیمم اینکه یه آکادمیه خیلی بزرگ داشته باشیم بتونیم اگه الان مثلا 5 تا شاگرد داریم 5 تا رو بکنیم 50 تا 50 تا پارکور کار درست تحویل جامعه بدیم. و اینکه دیدگاه مردم نسبت به پارکور اشتباهه. هر کی اونو میبینه میگه که شما همونایید که از در و دیوار میپرید بالا. خب این یه روحیه ما رو ضعیف میکنه. مثلا این اشتباهه، اینم یه ورزشه. ما داریم راجع به پارکور حرف میزنیم. این رشته دو تا بخش داره، یکی فری رانینگ یکی پارکور. فری رانینگ حرکاتای نمایشیه که شما میبینید و مردم. پارکور میشن نقطه A به B رسیدن با سریع‌ترین زمان ممکن. این رقابتش که جامپ داره و اینا، یعنی یه مسیریه. این مسیر. مثلا دو با مانه. بله مثلا دقیقاً درسته. تو باید یه مسیر A تا Z رو بری و بله. برسی. من دوست دارم مادرم خوشحال بشه. خودش که میگه پسر خوبی باش ولی خب میگه همین کافیه. ولی خب خودم واقعا دوست دارم الان یه ماشین بهتر بخرم، یه خونه بزرگتر واسه خودم، سقف آرزوم. مامان دوستت دارم، انشالله که این برنامه رو ببینی و خوشحال شی. عجب مسابقه ای داره میشه، عجب مسابقه ای داره میشه. جمع امتیاز ببینیم. گروه همدلی 155، گروه سپرور 140. توضیحش هم اینه، توی مرحله قبلی گروه همدلی سه تا خطا داشتن. سه تا خطا داشتید. یکیش این بود که دو تاش رو با شونه انداختید. یک دونه امتیاز دیگه تون، یه خطای دیگه تون به این علت بود که به محضی که توپ رو انداختی تو سبد قبل اینکه بیفته یکی از یارا توپو گرفت داد بهت. توپ نیفتاد کامل توی سبد. باید میافتاد و خودش برمی داشت. برای همین سه تا خطا داشتی. و شما امتیاز کامل گرفتید 50 تا. اگه سه تا خطا داشته باشی که میشه 20 امتیاز. نه دیگه 20 امتیاز گرفتن دیگه. نه 30 امتیاز گرفتن. یه بار دیگه ببینیم. یه خطا شونه بود یه خطا زود گرفتن.
فقط دو امتیاز. نه دو تا شونه یه خطا. خودتون یه شونه یه خطا. دو تا خطا داشتن. بله. دو تا خطا داشتن. یه شونه یه دونه گرفتن توپ. دو تا داشتن که 30 امتیاز گرفتن شما 50 تا. بله. خیلی خوب. اینجا هم بگم بهتون. اینجا من اصلا اومدم برای اینکه خطا بگیرم. وقتی که من حرکت رو گفتم باید را بیفتید. اگه قبلش برید خطاه. اگر دوبار اتفاق بیفته امتیازتون به حریفتون میرسه. یعنی اینو حواستون باشه. خیلی مهمه. اگر دوبار خطا کنید امتیازتون میره برای حریفتون. آماده شید؟ آماده شید؟ برو عقب. آها. برو آره. من خیلی سخت گیرم و خیلی بهم چیز شده تأکید شده که این اتفاق بیفته. سر ماشاءالله قوی. الان دقیقه. قوی باید بری. آقا با حرکت من را میفتینا. من خودم هم چهار دست و پا. 3-2-1 حرکت را میفتید. خب حاضرید؟ 3-2-1 اصغر خطا اصغر حرکت. خب با هم هم چک کردیم گفتم حرکت. خطای بعدیتون امتیاز میره برای این ور. حاضرید؟ چقدر خوبه چه کیفی میده. خطا کنید لطفا من خیلی دارم حال میکنم با این خطاه. خب حاضرید؟ بریم. 3-2-1 حرکت. برو 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 آروم بریم. صفحه بعدی. آقا حاضر؟ حاضر؟ آره میخوام عوض کنیم؟ آه دستکشات دراری؟ بدون دستکش میخواد بره. بدون دستکش از خواهی راحتی بدون دستکش بود. نه نه اوکی. رو حرکت ها. بیا جارتا بیا. آقا اون جلو آقا. آقای روحانی به عنوان مربی به نظرم خیلی آرومی. تو کنار تاتمی من نمیخوام تمرکزشون آره دیگه تمرکزشون از بین میره آقا آره دیگه خب نرو دیگه بمون خونه تلویزیون نگاه کن تمرکز تو هم بمون تلویزیون نگاه کن اگه تمرکزشون از بین میره خب به به اشکال نگیر الانم داری همون کار میکنی تلاشمون بچه من نمیفهمم شما نه حاضری آقا بریم آماده حرکت ها با حرکت من ماشاءالله 3-2-1 حرکت گرفتی ها گرفتی ها خورد زمین ها خورد زمین خورد زمین عالی فکر میکنم تو هزارم ثانیه همدلی بود ولی ویدیو چک اونجا داره میگه انشالله اصغر انشالله عالی 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 بله آبی زده دارن میگن آبی زده امتیازش هم گرفته ماشاءالله عالی اینم میذارم میخوایم ها 55 بوناش هم بودن هر جور دوست دارید خودتون تصمیم بگیرید 35 تا یه دقیقه واسه آره برم من باز ما بردیم چند تا آخریشه نه 5 تا دو تا یکی دیگه میخوایم ما پنج پنجم که کلا رو باید بذاره بله 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 ببین چه جوری با میشه یکی دیگه هم کلا بدون کلا که ایمنیه دیگه آقا حاضر ماشاءالله منو چرا جمع گرفته قوی ها 3-2-1 حرکت برو اصغر برو عالی دوربین هم میشکنه این بازی کن ماشاءالله باکس تو بیار به نظرم هم حرکت درست بود باختیم کلا آره دیگه چی شدی؟ دوربینه رو شکست خوبی؟ آره خوبی؟ آره خوبی علی اصغر؟ بحث بابا نمیخواد ولی میخوام بگوشم خودمون چی شدی؟ هیچی ماشاءالله ماشاءالله دیگه 3 تا رفت یا 4 تا؟
5 تا بعدی میتونم مازورا نه نه بلغش دست اومده بریم بلغش دست اومده کلا مرحله چهارمه آقا نوک اینمونم لب پر کردی ها بهت بگم حاضرید سلام ماشاءالله ماشاءالله آقا حاضر حرکت حاضر 3 2 1 حرکت عجله نکن باد خودم میرفتم باد خودم میرفتم برم مدیو دقیقه آخر نخوزنی؟ چی؟ من دستم کتوتر آخر باری کلا باری کلا ترکوندو چی دارم خیلی خوب بود آماده شید برای دور آخر ماشالله ماشالله داداش من دستت سور میخورم دستکشو بذارت یه دستکش دستت کن دستکش بکن گفتم سور میخورم همه اولشو پاک کنی آقا من شرمنده آبا لباسش رو دستکش بپوش برای یه چی بیار اینو پاک دستمال نداریم پاک بابا شما رو در دیوار خیس و بارونی و برف بالا پایین میرین همین حالا یه ذره اینجا آب ریخته بالا پایین کار نداره با دست داره چی میکنه بریم بریم آقا بریم دستکش بپوش آماده شدی بریم وایس وایس پا تو ماشاءالله زیاد قفلش آماده با اسکارا با آقا حاضرین حرکت گفتی بریم 3 2 1 حرکت کنم خیلی دقیق با هم باید ببینیم باید ببینیم چی شد باری کلا از خرم بابا آسیب نبینی حالا تو آقا بیا بیا تو چی زم از تو به دوربین به دوربین بعد دارن چک میکنن دوربین یه دونه اینجوری کنین بله بریم برگردیم بیایم جمع امتیاز رو ببینیم ببینیم چه اتفاقی برای این گروهمون افتاده بفرما خیلی خوب امیدوارم لذت برده باشید از این مسابقه این مسابقه این گروه اولین مسابقه شون بود جمع امتیازشون رو ببینیم ببینیم چی شد گروه سبرور 150 گروه همدلی 195 به افتخارشون توی آخرین ضربه ای هم که زده شد تیم همدلی بود که توپ رو زد توی ویدیو چک دیدیم که این اتفاق افتاده بود و همه اینا در زمان پخشمون تمام این ویدیو چک ها هم پخش میشه که همه میتونن ببینن دمتون گرم خسته نباشید اما از توی این گروه بازی دیگه ای وجود داره اگر هم شما الان باختید به گروه همدلی باز قابلیت صعود دارید چون هنوز یک بازی دیگه تون باقی مونده شما هم قابلیت دوم شدن دارید هنوز ما همیشه اول باش به به امیدوارم که همیشه اول باشید ما عمل کنیم خیلی خوب آقا حرفی سخنی برای پایان واقعا هم تیم قابل احترام تو بعضی آیتم ها واقعا از ما هم چابکتر بودن هم تلاش بسیار خوبی داشتم و بهشون تبریک میگم انشاءالله توی رشتهشون موفق باشن ما آشنایی داریم به رشتهشون رشته بسیار سختیه ریسک بالایی داره و انعطاف هیجان و تلاش بیشماری میخواد نترس بودن میخواد و اینا رو این دوستان عزیز خدا رو شکر دارم و آرزوی موفقیت میکنیم براشون انشالله برن اون یکی گروه که تیم هاکیه ببرن با هم بریم گروه بعد مرحله بعد سود کنیم گروه هاکی باید میان ما براشون آرزوی موفقیت میکنیم انشالله که هر جا هستن سلامت و تندرست باشن خیلی ممنونم مرسی متشکرم علی اصغر آسیب ندیدی؟ نه اوکی. آره تو اون تیم ملی هم ضربه زمین خورد. آسیب دیده آقا بعد خسارت پرداخت کنه. من میدونم دیگه شما ان شاءالله اینقدر آمادگی بدنیتون ولی مسابقه ما بیمه ایم یا نه؟ اینجا؟ آره. بله شما بیمه هستین. اینجوری هم نی. خسارت پرداخت کنه. تو گفتی آره من خودم حساب میکنم اتفاق بیفته. ان شاءالله قد و هیکل و رشتم که کتک چیز کاراته خیلی هم عالی برای قهرمانای ملیمون دست بزنید درست شما هم به
تیم همدلی باختید ولی با امتیاز بالایی واقعا تمام 150 تا خیلی امتیاز خوبیه و امیدوارم که توی مرحله بعدی بتونید بیاید بالا. خیلی هم حال میکنیم، مخصوصا حرکاتی که انجام میدید خیلی جذابه برای همه ما. آقا حرفی سخنی بفرمایید. دست بزنیم بریم، خیلی گوشم. تبریک میگیم به تیم همدلی برای این برد خفنتون. انشالله من آرزو میکنم اول چی، چون واقعا تیم قوی بودن. ما هم تجربه اولمون بود. بله. بعد بدون مربی و دیگه همه دیدن دیگه، من تمام تلاشمون رو کردیم. حالا چه خوب چه بد دیگه این شد. حالا شما یه بازی دیگه دارید، الان تجربهشو دارید توی اون بازی بعدی. انشالله بتونیم. امیدوارم بتونیم ازش استفاده کنید. مبارکتون باشه. خیلی ممنون، متشکرم که با ما همراه بودید. به افتخار برای بچه های پارکور. نزنم دست بزنیم آقا، بزنیم بزن علی، حرکت افتخاری برامون برن دیگه. آقا دوتایی حرکت ندارید همزمان؟ بشین بزن رو تایید بزن اینجوری بزن، اینجوری بزن بیم اقلتر. چی شد؟ بگو میخوایی منم بیام عنوان مانع ازم استفاده کن. بگو سه سه، سه، دو، بح، بح. دست باش، عالی، خیلی عالی، خیلی خوبی. حرکات نمایشی واقعا آدم به وجد میاره و من یه حرکت نمایشی بلدم الان میخوام بهتون بگم، خیلی هم کار ساده ایه ولی عمرن اگه هر کسی بتونه بکنه. ببین آقا شما این پا رو میگیری با دست، این یکی رو رد میکنی، میتونی؟ بله. ببین تو میتونی؟ بله. بزن. نه بزن اول من بزنم ببینم. خواستم بزنم ولی زدم. بزن ناقص سریالی. آقا هر یه شما زدی دیگه نمیزن. ناقص سریالی. ناقص تهش در رفت، کفش هم ورزشی نیست. من میتونم بزنم دیگه الان. بزن دیگه. نه دیگه شما زدی. نزنی پارکور میره بالا. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. امیدوارم که از برنامه ما لذت برده باشید. دوستتون داریم خیلی زیاد. الهی و الهی و الهی حال دلتون خوب باشه، تنتون سلامت باشه و سفرتون پربرکت. بازم میایم برمیگردیم با مسابقه های دیگه، با گروه های دیگه و مهمون خونه هاتون میشیم. شب خوش و خدا نگهدار.